شکست طالبان در کوتل اونای و بیسود و تلفات سنگین این گروه در غزنی، اما در دایکندی، سر جنگل، بامیان، بلخاب، چهارکین و دیگر جاهای افغانستان و بخصوص هزارستان چه گذشت و چه میگذرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر به ندا و شنونده های تلویزیون اینترنتی افغانستان مرکزی یا سنترال افغانستان هستین. امروز 29 جون سال 2021 میلادی و برابر با 8 سرطان سال 1400 هجری شمسی هستری. سرویس خبری تازه ترین خبرها را به سمع شما دوستان عزیز میرسانم. اگر از طریق فیسبوک بیننده هستین، امیدوار هستم که کلیپ های ما را به اشتراک بگذارید، و اگر از طریق یوتیوب بیننده هستین و تازه به جمع پیوستین، حتما سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی ما را از دست نتین. و در جریان تماشای ویدیو نیز خواهش بکنیم که لایک حتما بزنید تا به دوستان دیگر نیز پیشنهاد شود. امروز ساعت 10 قبل از ظهر طالبان بر بیسود و کوتل اونای حمله کردند، اما با مقاومت شدید جنبش مقاومت برای عدالت تحت فرماندهی فرمانده علی پور و مفرزه‌های امنیت ملی در کوتل اونای مواجه شدند و دوباره شکست خوردند. طالبان از سر کوتل خرسخان به کوه قلمدارو بالا شدند و از آنجا به سمت کوتل اونای حمله کردند و می‌خواستند که پسته‌های امنیتی و مفرزه‌های امنیت ملی در کوتل اونای را شکست داده و از آنجا به سمت بیسود برود، اما فوراً با مقاومت شدید نیروهای موجود در این پوسته مواجه میشه و رو به فرار میگذارن. ما قسمت های دیگه از این کوه که بسیار بزرگ هست هم طالبان جابجا شدن، میخواستن به سمت بیسود حمله کنن. همزمان محافظه های امنیتی ملی و همچنان جنبش مقاومت برای عدالت تحت فرماندهی فرمانده علی پور از دو طرف بالای اینا حمله کردن و در نهایت طالبان بسیار زود شکست خوردن. هرچند که در اطراف کوه قلندرو دورتر از کوتل اونای مقاومت از اونها یک مدت دوام کرد و تا ساعت 3 حتی درگیری پراکنده وجود داشت، اما بعد از ساعت 3 کاملا ساحه به دست جنبش مقاومت و مفرزه های امنیت ملی افتاد و طالبان فرار کردند و حتی اینو از سر کتل خرسخان هم فرار کرد و فعلا در روزها هر کسی از اینا نمانده. در دایمرداد هم در روزهای گذشته دوستای عزیز، بعد از اینکه سعید آباد چندین ولایت ولسوالی دیگه در میدان وردک به دست طالبان سقوط کرد، تحرکات این گروه زیاد شده و در نور مرزی ها اینا تلاش میکنه که حملات بیشتر ترتیب بده. تماس هایی که با برخی دوستا در دایمرداد داشتیم و همچنان در کجاب، اونا گفتن که حملات طالبان و تحرکات اونا در نور مرزی بسیار زیاد شده، اما خیزش های مردمی و نیروهای امنیتی هم آمادگی کامل برای دفاع از مردم داره. اونا خواهان حمایت های مادی و معنوی مردم در سراسر افغانستان و جهان هم هستند. در همین حال در ولایت دایکندی ولسوالی پاتو خبر می‌رسد که طالبان تمام آنتن‌های ولسوالی را قطع کرده است و پیشروی‌های به برخی از قریه‌جاتی مثل بیری، سخور و همچنان لورشه و زین و قسمت‌های دیگه هم داشته و متاسفانه که به قول 2 و به قول حتی 4 نفر از باشندگان محل را نیز به شهادت رسانده است، موردی که واقعا یک اندازه نگرانی ها در دایکندی برام داخته و خیلی ها سوال میپرسند که چی شد، چرا نیروهای امنیتی در این موضوع یک دخالت جدی نمی کنند در حالی که طالبان قطعا در اینجا میتونه بسیار زود شکست بخوره. در مورد دایکندی یک سلسله موارد هایی هست که اگر بگی دهن میسوزه، اگر نگی دل میسوزه. مالستان و جاغوری و ناهور و دوستای از غزنی هم در کل خبرهای داریم. امروز در غزنی طالبان پیشروی‌های بر حمایت های شهر داشتن، اما با همونطور که پیشترم خبرش منتشر کردم با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدن و شکست خوردن و قوای هوایی در قره‌باغ و خواجه‌میر هم حملات شدید را داشتن بر مواضع طالبان که 35 نفر طالب در درگیری‌ها کشته شده است در کل در شهر غزنی. امروز فعلا وضعیت شهر یک اندازه آرام‌تر هست. طالبان فقط یک مانع را داشته و نیروهایشان کلا نامده بودند در دروازه شهر غزنی با یک موتورسیکل آمده و اونجا یک ویدیو عکس گرفته و پس رفته بودن. دیگه مردم آمادگی داره و قطعا جای نگرانی هنوز هم هست. با توجه به اینکه خطرهای جدی هم متوجه جاغوری و مالستان و ناهور هم هستن، ای سه ولسوالی خیزش های مردمی و نیروهای امنیتیشان با هم دیگر متحد شدن و امروز یک نشست یا یک مناوره هم در یک کوتل فکر کنم اگه من اشتباه نکنم شمس الدین میگه شمس است یا شمس الدین است اینا داشته و با هم دیگر تلاش کرده و تلاش میکنه که بعد از این متحد منسجم تر اطلاعات در اختیار هم دیگه قرار بده و در صورت تعرض بر یک از اینا دیگرها هم به دادشان برسه ان شاء الله. در این وقتا طالبا خیلی زیاد تلاش کرده دوستای عزیز که مردم جاغوره تهدید بکنه و تهدیدات هم مکتوبی داشته و اما تلاش ها جریان داره که مردم هم بیشتر از گذشته منسجم شود تا در برابر هر گروهی که استادگی میکنه اینا استاد شده و اونا را
شکست بده. خب البته خیلی گروه های زیاد هست که متاسفانه در پی نابودی مردم افغانستان و وحدت مردم افغانستان هست. من این دفعه لیست خود ببینم که دیگه خبرها از کجا دوستای ما آماده کرده. بله سر جنگل دوست عزیز سوال داشته که همکار ما گزارش هایی که امروز سعی کرده سر جنگل هم مثل روزهای گذشته طالبات تحرکاتی داشته، ما حملات مستقیم بر قرارجات نداشته و هیچ پیشروی هم نداشته، مردم هم کم بیش آمادگی خود گرفته و از لحاظ امکانات قطعا توجه بیشتر حکومت و خیرین هم میخواه. در سراسر افغانستان مردم متاسفانه از یک چیز که خیلی ضربه میخوره امی اسلحه های شبین طالبا هست و متاسفانه چیزی که نیروهای خیزش مردمی نداره و امیدوار هستم که در اختیار از اونا قرار داده شود، چون هزینه بسیار بالایی هم میبره. دوربین هایی که در بیرون از کشور شاید 200 300 تا 400 دلار باشه، در افغانستان حداقل از 1000 دلار متاسفانه شروع میشه، بسیار گران هست. به مخاطر امیدوار هستم که دولت هم در زمینه توجه بکنه، چون در اختیار ارتش هست، از اونا باید در اختیار مردم به صورت قانونمند داده شوه. از بلخاب دو سایز هم خبر داریم، در بلخاب هم خیزش های مردمی کاملا آماده هستن. طالبان در چارکند بلخاب در روزهای گذشته شکست های رو متقبل شده، تلفات زیادی هم بر جا گذاشته و مردم هم متحدانه کنار هم دیگر استاد شده و عطا محمد نور هم در شمال کشور تحرکات خود زیاد کرده و ولسوالی کلدار در بلخ هم از طالبا تصرف شد، بیرون کشته شد و همچنان خبر دیگه هم از زن هموطن از کجران داریم، چون برخی دوست از کجران هم سوال کرده دایی کندی. متاسفانه کجران هم هنوز هم خیلی وضعیت خوب نیست، طالبا تحرکاتی داره ما فضل خواهد تابل نتونسته که اقدامات جدی داشته باشه و حملات سنگین روی خانه های مردم و پسته های موجود انجام بدهد. در نینگرهار هم امروز دوستان عزیز بر اثر انفجار یک ماین متاسفانه 12 نفر فرد ملکی زخمی شده است که وضعیت برخی زخمی ها هم نگران کننده گزارش شده است. در ولسوالی های در ولایت های فاریاب و جوزجان هم در روزهای گذشته طالبان تلفات سنگین داشته، اما در 24 ساعت گذشته عملیات خیلی جدی را در دو ولایت هم ما شاهد نبودیم. در دره‌صوف بالا و دره‌صوف پایین هم تحرکات خیزش های مردمی داشته و اونها هم نیتی، اما نتونسته که ولسوالی ها را از دست طالبا پاک بکنم و هنوز هم هر دو ولسوالی در دست طالبا قرار داره. نمیفهم که کدام جای دیگه خبر ما نه خبرهایی که ما انتخاب کرده بودیم بیشتر از همین جاها بود که به سمع دوستای عزیز رساندیم. خواهش شما از دوستای است که هر خبر را که معمولا شما از هر رسانه و هر صفحه‌ای که میشناسین چین ما مثلا نمیشناسین میشنوین او را شیر نکنید. ببین در فیسبوک یک خبر دروغ طالبان یک گروه دیگه پست میکنه، میبینیم که هزاران نفر رو شیر کرده. چرا شیر میکنین؟ چرا بلندگوی از اینا میشین؟ همین لحظه باور کنید بسیاری از افراد امینا برای من هر روز زنگ میزنه که حاضر است با ما گپ بزنه. کانال های دیگه سردرد است که یک روز به طالب پیدا شه که با اینا گپ بزنه، ولی من گپ نمیزنم با اونا، نمیخوام گپ بزنم. چرا تبلیغ اندیشه های اونا رو بکنم؟ و اینو شما هم باید نکنید. کسایی که کانال دارن، یوتیوب دارن، فیسبوک دارن، اجازه ندین برای اونا میشه وقت خصوصا خیلی ها مدیریت نمیتونه بحث اونا هر چی دلشون شد می فهم اینا ملا صاحب مولوی صاحب چی خاک در سرتونی که یعنی چی. و واقعا اینکه زشت است ایرما بر دوستو واقعا میگم خیلی ها گردانندگی بلد نیست، میکروفون در اختیار طالبان میته اونا هر چی دلشون شد میگه، تبلیغ خود میکنه، بیانات خود میکنه، مردم کافر میکشه اینا گوش میکنه. خب مولوی صاحب، خب ملا صاحب، یعنی چی؟ در ضمن خیلی در وقتا شوخی هست بسیاری کانال ها که کارشناس های پاکستانی و کارشناس های ایرانی رو میاره که در مورد مسائل افغانستان گپ میزنه. برخی دوستا از من انتقاد کردن که تو چرا این زیاد دعوت نمی کنی، آدم های خوبی هست منافع مردم ما گپ میزنه. پالیسی از ما این هست، ما کار نداریم که کی خوب است کی بد، بیرونی ها رو کار نداریم. ما متاسفانه یا خوشبختانه به هیچ عنوان علاقه به این نداریم و اصلا پلان برنامه ما همی هست که با هیچ یک از خارجی ها در مورد مسائل افغانستان بحث نکنیم. خصوصا همسایه ما که متاسفانه اونا دیدیم با افغانستان چی کارهایی در گذشته داشته و حالا داره، هر بازی هایی که هست ما نمیخوایم در امور از اونا زیاد مداخله بکنیم. من هم دوست داریم که کارشناس های اونا بیاد در مورد مسائل افغانستان از دریچه ما بیاید گپ بزنه و ما که در اختیارشون قرار بدیم. شاید نیت برخی از اونا خیر باشه، اما ما با تشکر از اینا که خیلی هاشون برای ما پیام هم داده در این روزها، اما ما نمیتونیم که از این کارشناسا استفاده بکنیم. به هر صورت دوستان عزیز تشکر از همراهیتان، تا درود دیگر بدرود. خیلی خیلی زیاد دوستتان دارم، التماس دوام از همه شما دارم. در این وقت من معذرت میخوایم اگر نمیتونم پیام شما رو جواب بتم، کمتر جواب میتونم به خاطر عزیز که دکتر مرک فرزیاد با تلفن نباش، تلفن فاصله بگیر و بیشتر خبرها رو همکاری برام تهیه میکنه و مینویسه و آماده و نشر اینجا من برای روان میکنم و من اونها رو برای شما بخوانش میگیرم.
و موضوع دیگه که تبلیغات هم دوستای عزیز، حالا من لازم تبلیغاتی نشر بشه در آخر ویدیو، خیلی دوستا انتقاد کرده بودن ما تا تاریخ 8 جولای ایره نشر میکنیم، 7 جولای به معذرت 7 جولای ختم میشه، بعد از اون دیگه ما تبلیغ نشر نمیکنیم. تقاضایی که دوستا داشتن به مخاطر تبلیغ شرکت زیارتی رو ما نشر نمیکنیم، ما شما رو به عنوان عضو خانواده خود میدانیم، هرچند که خب تبلیغات برای ما کمک کننده هست، اما با این وجود زین بعد دیگه تبلیغ دوستای عزیز اگر گرفتیم هم از شرکت های دیگه میگیریم، معمولا از هر شرکتی بگیریم یک مشکل خلق میشه. از شرکت آرون گروپ یعنی ما درآمد خیلی خوبی گرفته بودیم با قرارداد خیلی خوبی، ما 2000 دلار سه ماه قرارداد داشتیم، اما رو چون خود ما مرزیابی مامی بود، برخی دوستان برای ما نزدیک مشوره دادن که اونا چون در رابطه با ارز دیجیتال بود، مردم افغانستان که بی سواد هست ممکن خیلی ها وارد شود اونجا ضرر بکنه، ما از خیرش گذشتیم، هرچند که شرکت تبلیغاتش بسیار پول کمی داره، یعنی برای خودیم برای شخص خودیم از زمین دوستای عزیز 120 دلار اومده، زیاد هم نیست، ولی خب به هر صورت با 120 دلار هم میتونستیم یه کارایی بکنیم، ولی با این وجود دیگه تبلیغ شرکت نمیگیرم، ما تبلیغ تیکت فروشی خود اگر دادن حتما میگیریم. در غیر صورت از این دوستای خود آقای سلطانی سلام پوزیش میخوایم که کار میکنیم، چون خانواده ما هستین شما، مخاطبای ما، پیشنهادهای شما رو نمیتونم نادیده بگیرم، چون شما هستین که ما هستیم و من دیدگاه های همه شما رو احترام دارم. تا درود دیگر بدرود. کاروان زیارتی آرزوی کربلا. اعزام کاروان های زیارتی از آلمان به عتبات عالیات با تمامی خدمات مسافرتی، اخذ ویزای ایران، عراق و ترکیه، فروش تیکت های اروپا و آسیا.